أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به و لا اکفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنوب من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. امیر بیان، محور حق، قرآن ناطق، امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلمین فرمودن ذمت به ما اقول رهینه و انا بهی زعین ان من سرهد له العبر مما بین یدیه من المثلات حجزه التقوى ان تقهم الشهوات. با آن که شخصیتش بی نظیر است، باز هم در بیان جایگاه تقوا می فرماید آنچه می گویم به عهده می گیرم، ذمتی به ما اقول رهینه و خود به آن پای بندم و انا بهی زعیم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود، این من سرهد له العبر. ما لحظه به لحظه در زندگی با تاریخها و عبرتها مواجه هستیم و از عذاب آن پند گیرد. هر حرکت را که انجام می دهیم اگر در مسیر رضای خدا نباشد پیگرد و خلاصه دنباله دارد. فرمود تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. تنها عاملی که می تواند انسان را به سعادت برساند و خوشبخت کند در همه عرصه ها پروا پیشه کردن است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم و اساسی نماز جمعه، مخصوصاً گرداننده و مدیر این برنامه مقدس، سفارش به تقواست. در هر دو خطبه امید است که هممان به این سفارش خداوند، انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم. بحث خطبه اول رو با موضوعی که در هفته های گذشته شروع شد، مسئله کار، مدیریت
جامعه وظایف افراد مخصوصا مسئولین در قبال این برنامه مهم و بنیادی و در واقع سرنوشت ساز پی میگیریم، موضوعات را که لازم میدانیم و مؤثر و مفید به صلاح مردم و حاکمیت و کشور و اونچه که برای عزت و پیشرفتمان لازم است با اونها اشاره خواهیم کرد در حد فرصت و شرایطی که ایجاب میکنه. در خطبه دوم در آستانه دو مناسبت تاریخی و اسلامی هستیم، پنجم ماه جمادی الاولا که امروز سوم این ماه است، ولادت زینب کبرا سلام الله علیها است، اشاره کوتاه به ولادت اون بزرگوار و شخصیتش خواهیم داشت، و ششم این ماه جنگ موته است، شهادت جعفر ابن ابی طالب و همراهانش که پیامبر به ایشان اون لقب را داد که با دو بال در بهشت پرواز میکند. مسائل روز، مسائل اجتماعی از موضوعات است که باید در نماز جمعه با اونها اشاره کنیم و بپردازیم، انشاءالله خواهیم پرداخت. اما صحبتم را با یک آیه از قرآن درباره مسائل کار و زمینهای پیشرفت آغاز کنم. یکی از دستورات خداوند در سوره مبارکه نجم این است که و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان جز محصول کوشش، تلاش و فعالیت خودش را مالک نمی شود. هر انسان اگر قرار است پیشرفت کند، هر مردمی، هر قشری، هر جامعهی، هر کشوری، تنها راه پیشرفت، تنها راه اقتدار، عزت و راه عزیز زندگی کردن تلاش است، فعالیت است. به اندازه مسئله کار، مسئله تلاش و زمینه توسعه زندگی و باده گرفتن هزینه های مردم، جامعه، خانواده، مخصوصا کسانی که خودشان قدرت ندارن، جسم ضعیفی دارن، فکر ضعیف و مشکل داره دارن، به اندازه مهم است که در روایات پیامبر بزرگوار اسلام روزی حلال و درآمد حلال را عبادت بالاتر تعبیر کردن و معرفی کردن. یعنی عبادت هایی که ما انجام میدیم اینا عبادت است. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما پیغمبر فرمودن العبادت سبعون جزءا، عبادت 70 بخش داره، 70 جز داره. افضلها طلب الحلال، در بین این 70 جزء عبادت بالاترینش، بهترینش این است که انسان دنبال روزی حلال باشه، درآمد حلال، کسب حلال داشته باشه. ما گام هایی را در همه عرصه ها برمیداریم، در عرصه اخلاق، در عرصه عبادت، در عرصه خلاصه صلح و آشتی، تربیت، همه این گام ها مؤثره، خوبه. پیغمبر فرمودن یکی از بهترین گام ها گام برداشتن برای روزی حلال است. فرمودن اگر کسی سحر برای عبادت بلند می شود فضیلتی است. دو رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و آن چیزی که در دنیا هست. اما پیغمبر فرمودن کار درآمد حلال از سحرخیزی کمتر نیست. اتفاقا
یک رابطه است بین خلاصه عبادت واقعی و عبادت که انسان را به خدا میرساند و تلاش و فعالیت و مدیریت و خدمت به انسان ها. علی کل حال امام رضا علیه السلام فرمودن عبادت 10 بخش داره. 9 بخش از 10 بخش عبادت به تعبیر امام رضا علیه السلام همین زمینه خدمت رسانی، زمینه روزی حلال و درآمد حلال است. مسئله زندگی، مسئله کار، مسئله درآمد به اندازه مهم است که در تعبیر معصوم پیامبر بزرگوار اسلام آمده گاه فقر انسانها را به کفر می کشاند. این بحث را که 1-2 جمعه قبل آغاز کردیم به دلیل نیاز و اهمیتی که دارد با 2-3 تا فراز و در واقع موضوع پیگیری می کنیم و این مطالب را وظیفه جایگاه نماز جمعه و دلسوزی در واقع نماز جمعه هم به مردم می دانیم و هم به حکومت و به مسئولین می دانیم. خب کار کردن این همه ثواب داره، این همه فضیلت داره، این همه ارزش داره، ما طبعا دنبال کاریم. فکر نکنم کسی پیدا شده که دوست نداشته باشه کار بکنه، اما با یک دست از یک دست صدا بلند نمیشه. چیکار کنیم که زمینه کار فراهم بشه؟ زمینه درآمد، زمینه فعالیت، زمینه اقتصاد، باید یک راه را پیدا بکنیم. یک بخشش مربوط میشه به مردم، به آحاد افراد، به من و شما. باید کار کنیم واقعا این حالت انتظار را که مردم دارن از کجا کمکی مساعدتی بیاید. این کار نه تنها به صلاح مردم نیست، بس شکل بسیار شکننده و در واقع بدون یک تدبیر و بدون یک برنامه ریزی زندگی و آینده و امروز ما را داره نابود میکنه. بیاییم یک فکری، یک خلاصه برنامه، یک تدبیری بکنیم برای مبارزه با این وضعیت نابسامان. ما باید مهار و مدیریت و زمان کار و زندگی و اداره خودمان، خانوادمان، ملتمان، مردممان، کشورمان را به عهده بگیریم. یک بخشش مردم باید دلسوز باشن، مردم باید فعال باشن، سرخیز باشن، ساعات استراحت و بیداری و کارشان واقعا بر اساس فرمولهای دینی، اعتقادی، اخلاقی، جهانی عیار بکنن. اما یک بخش مهمترش اینه که زمینه کار، یک رهبر محبوب، یک رئیس جمهور، یک والی، یک زعیم اگر موفق است و کسی است که برای ملتش، برای مردمش زمینه کار فراهم میکنه. کشاورزی، خلاصه دامداری، تولید، صنعت، علی کل حال انها و انواع و اقسام راه های درآمد باید از ریز گرفته تا درشت اینا را فراهم بکنه. حمایت های از عناصر نخبه، از متفکرین، از انسانهایی که ایده دارن، از اینا بیاین خلاصه حمایت بکنن، وام بدن، قرض الحسنه بدن، تسهیلات به وجود بیاورن. حالا یک کسی کارخانه ای را می اندازه، بالاخره 30%، 40%، 50% دولت باید از او حمایت کنن و این کارخانه را بیفته، مردم اینجا کار بکنن، دامداری میکنه. خب بالاخره دولت باید بیایه از دامدار، از تولید کننده حمایت کنه، او ضرر نکنه تا دلگرم شوه، تا اعتماد پیدا بکنه، سرمایه‌اش در کشور بمونه. و الا وضعیت
اگر مدیریت نشه خراب میشه. دلسوزی لازمه. یک بخش کار مربوط میشه به مردم، یک بخش کار مربوط میشه به مدیران. به همین دلیل است که اسلام به عنوان یک قانون سالم و مفید که بالاتر از او ما سراغ نداریم به همه این موضوعات توجه دارد. هم به ما میگه آقا کار کردن از سحرخیزی بالاتره یا کمتر نیست. عبادت 10 جز داره، 9 جزش همین هست. از اون طرف میایه به حاکمیت گوش زد میکنه، به مسئولین، به بزرگان میفرماید که ساعت من امام عدل افضل من عبادت 70 سنه. یک لحظه که رهبر بزرگ، زعیم، مسئول عادلانه در بین مردم برنامه ها را مدیریت میکنه از عبادت 70 سال بالاتر است. چرا؟ چون عدالت سفر و نگهبان حکومت هاست. وقتی مردم در جامعه شیرینی عدالت را حس بکنن، عدالت یعنی چی؟ یعنی به همه باید توجه بشه، برای همه باید سهمیه در نظر گرفته میشه، همه را باید در مدیریت، در کار، در خلاصه درآمد سهیم بکنیم. این عدالت باعث میشود یک سپر، یک محافظ برای همه لایه های جامعه به وجود بیاید. هیچ ضرری، هیچ خطری، هیچ آسیبی جامعه را نمیتواند آسیب برساند. امام رضا علیه السلام، خب همه دوستان میدانند در بین ائمه معصومین علیهم السلام حضرت رضا معروف است به عالم دودمان رسول الله، عالم آل محمد. اون آیه‌ای که همه شنیدین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت رضا مورد سوال قرار گرفت چون حضرت در دسترس بود، مخصوصا که 3 سال وقتی از مدینه حضرت آوردن در خراسان، بیشترین مناظرات در اون 3 سال که حضرت در خراسان بودن صورت گرفت. خیلی دانشمندان غیر مسلمان با حضرت صحبت کردن در فضاهای بسیار بزرگ حکومتی، همه دسترسی به حضرت داشتن، سوالات را مطرح میکردن حضرت، بخشی از کارشان این بود. خلاصه یکی از موضوعات را که از امام رضا سوال شد و حضرت مطرح کردن این است که چرا خداوند متعال در کنار اطاعت از خدا، اطیع الله و اطاعت از پیغمبر، خواهی که معلومه مسئله اولی الامر و نسب اولی الامر را و اطاعت از اولی الامر را به همگان فرمان داد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از حضرت سوال کردن، حضرت این مسئله را خیلی روشن کردن که چرا خدا در کنار اطاعت خودش و پیغمبرش اطاعت از اولی الامر مطرح کرده و واجب دانسته. فرمود که علتهای زیادی داره، همش حضرت در یک جا بیان نکردن، منتها اونی که بیان کردن خیلی مفیده. فرمود از جمله این که مردم با مجموعه از بایدها و نابایدها محدود شدن. خب یک عده باید مردم یک بخشی از کارها رو انجام ندن، آقا این گناهه، این معصیته، این مثلا خلاف شرعه، خب اینا رو نباید انجام بدن مردم. یک تعداد برنامه ها را باید مردم انجام بدن، این واجبه، این اگر انجام ندیم از کاروان عبادت و بندگی عقب میمانیم. بعد حضرت فرمود به خاطر که خب این باید ها نباید ها زیاده است، بعض وقتا مردم گرفتار همینا میشه، آقا این باید ها، این نباید ها از کار و اقتصاد و پیشرفت و درآمد و رشد از اینا باقی میمانه. حضرت فرمود خداوند اولی الامر اطاعتش واجب کرد،
این باید و نباید ها نباید از محدوده اصلیش تجاوز بکنه، اینا یک حد داره، و اگر از محدوده اصلیش تجاوز کرد موجب فساد میشه. لذا باید بزرگان اونهایی که محور هستن هم به این مسائل توجه بکنن، هم مسائل زندگی مردمه، مسائل اقتصاد مردمه، مسائل مدیریت های کلان مردمه، اینا را به عهده بگیرن، هم و غمشان این باشه که این زمین ها را فراهم بکنن. باور کنین اگر ما نیاییم یک فکر اساسی برای مدیریت کلان جامعه نکنیم، با نماز و عبادت و تذکر مشکل مردم حل نمیشه. یک بخش عبادته، این روایت باید خوان. ما در پی نشاط و سرزندگی و بالندگی باید باشیم، نه در پی خلاصه تهجر و گوشگیری. در کنار همه بایدها نبایدهای اخلاقی، مسائل حیاتی، مسائل اجتماعی، مسائل زندگی، پیشرفت و ترقی، اینها زمینه یک عزت و اقتدار و یک خلاصه عظمت رو در جامعه برمغان می آورد. حضرت فرمود دلیل این که خداوند در کنار اطاعت خودش و در کنار اطاعت پیغمبرش بحث اولوالامر مطرح میکنه، صاحبان امر باید مسئولانه دلسوزانه همه را یک خانواده بدانند. هر موزلی، هر مشکلی که پیش می آید اینا را باید تدبیر کنند. شاید موضوع بسیار عمیق، در این حال خلاصه حساس و محوری است. باز کردنش از این بیش در فضای نماز جمعه بر نمی تابد. اجازه بدین من این مطلب رو با یک فراز دیگر روشنتر کنم. در قلمرو مسئولیت اسلامی به قدر مسئله مسئولیت مهم است که در روایات داریم اگر کسی مسائل و در واقع موضوعات اسلامی را عهده‌دار می شود، یعنی مسئولیت را به عهده می گیرد، وضعیت و در واقع زندگی مردم به فکر او، به برنامه او گره می خورد، فردای قیامت این انسان را که مسئولیت به عهده گرفته احضار می کنه. پیغمبر فرمود من تولا اراقت قو ارافت قوم اتیه یوم القیامه، کسی که بزرگی و زعامت مردم به عهده میگیره فردای قیامت او را احضار میکنن. خوبه ما در کنار اون روایاتی که درباره محدودیت ها و مسائل اخلاقی هست، این روایات اجتماعی اسلام هم بخوانیم. حضرت فرمود را حاضر میکنن و یداه مغلولتان الى عنقه، دستان این آقایی که مسئولیت یک جامعه را به عهده گرفته به گردنش بسته است. و یداه مغلولتان الى عنقه، از او سوال میشه اگر وظیفه‌اش را در قبال مردم انجام داده، مسئولیتش را به قبال مردم انجام داده، فإن قام فیهم به امر الله، اگر واقعا خدمت کرده، هم و غمش پیشرفت مردم بود، آسایش مردم بود. در روایت پیغمبر فرمود اطلقه الله، خداوند این دست ها را از گردنش باز میکنه. و این کان ظالمن هوی بهی فی نار جهنم، اما اگر وظیفش انجام نداده، با همین دستان بسته او را به قهر جهنم می اندازن و به سل مسیر، بد جایگاهی است. تاریخ اسلام نکته‌های بسیار عمیقی را به ما می‌آموزه، به شرطی که با همین دید و همین فکر ما دنبال اسلام و شناخت از اسلام باشیم. مسئولیت گرفتن در اسلام
معیار داره، اونهایی که تشنه قدرتن به اینها مسئولیت دادن زندگی و محیط و جامعه را به سمت نابودی کشاندن است. اونهایی که مسئولیت را امانت می دانن، هر ساعت و هر روزی که در رأس کار قرار می گیرن، این یک خلاصه ظرفیت برای پیشرفت و یک خطر برای سقوط می بینن. المؤمن بین الخوف و الرجاء، مؤمن کسی است که همیشه به خودش بدبینه. اونها می توانن این ظرفیت ها را فراهم بکنن، این مشکلات را مدیریت کنن، و الا با صحبت و با اخلاقیات تنها نمیشه. در روایت بالاتر از این داریم، فرمود که کسی که مسئولیت با آدمی گیرد باید مثل پدر مهربان در مقابل جامعه باشه، و تکون لهم کالوالد الرحیم. گاهی پدرها نامهربانن، پدر هستن اما مسئولیتشان رو خوب انجام نمیدن. نفرمود فقط مثل پدر، فرمود کالوالد الرحیم، هم پدر هم پدر مهربان. به خاطر مبارزه با وضعیت موجود و مشکلاتی که داریم نیازمند به یک مهربانی، به یک خلاصه تجدید و تبیین کامل از برنامه ها داریم. هم جامعه نیاز داره، هم حاکمیت نیاز داره. راه های بیرون رفت موجوده، هیچ وقت به بن‌بست نمیخوریم. یکی از راهاش دانش افزایی است. بیاییم در مسئله فراگیری دانش، تخصص، واقعا گام ها را قوی کنیم، هم زمینه تخصص فراهم کنیم و هم از متخصصین حمایت کنیم، تا افکار ما در کشورمان به فعالیت و به تلاش و به برنامه ریزی بپردازند. سرمایه ها در اینجا خلاصه سرمایه گذاری می شود. یکی از راه های بیرون رفت از این وضعیت تأسیس مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی در بخشای مختلف، یکیش اینه. مقدمات تربیت صحیح و مبارزه با جهل را در سطح بالا فراهم کردن، علوم و فنون و موضوعات عصری و بروز را در اختیار جامعه قرار بدیم، زمینه افزایش درآمد را فراهم بکنیم، آبها را به خوبی مدیریت بکنیم، از خاک و از اقلیم مختلف، از ظرفیت‌هایی که در کشور در شهرها هست از اینا خوب استفاده بکنیم، جامعه را بعد از حمایت‌های فکری و آموزشی و تحقیقاتی امیدوار، در واقع با نشاط به سمت یک امیدواری هدایت بکنیم، رهبری بکنیم. مردم از سرگردانی، از حیرت، از بی برنامگی بیرون کنیم. ما باید جهت بدیم، مبارزه با حیرت، با سرگردانی، رهبری و هدایت مردم به سمت یک امید، به سمت یک تغییر کلان، که اینها میتواند مشکلات اجتماعی ما را برطرف بکند. امیدوار هستیم که هم زمینه کار و درآمد و شغل برنامه ریزی شود و همه مردم خودشان را در این ظرفیت کلان ببینند، و همه مردم علم و فکر و تخصص و نیرو و سرمایه شان را در این مسیر برنامه ریزی بکنند. و این شدنیست با یک مهربانی، با یک دلسوزی و با یک جامعیت و کلان نگری. خدایا مشکلات همه کشورهای اسلامی مخصوصا جامعه ما را برطرف بگردان. دولت و مردم و حاکمیت و
کشور ما را خدایا در این عرصه بیش از پیش یاری بفرما. تحریم ها، توطئه ها، دشمنی هایی را که با کشور ما دارن، اگر پشت صحنه ها دشمنان ما قابل هدایت نیستن، خدایا همشان از صفحه روزگار برانداز. با باران رحمتت، با مهربانی و با اخلاصی که در جامعه ما ارزانی می‌داری، خدایا ما را در مقابل همه سختی ها فائق و سربلند بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه خواهران و برادران شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه را به پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم. اولین نکته ای را که در خطبه دوم مطرح می کنم، خب مسائل تاریخی در باطنش موضوعات بیداری، هوشیاری و در واقع بصیرت افزایی دارد. به همین دلیل گاهن بر حسب وظیفه برای مدیریت بهتر این جریان بزرگ و در واقع بیدارگر از اینا استفاده میکنیم. در سال هفتم یا هشتم هجری، یعنی 4 سال تقریبا قبل از رحلت رسول الله، در ششم جمادی الاولا که امروز سوم این ماه است، یک جنگ ناخواسته بر مسلمان ها تحمیل شد. مسلمان ها باید از اینا درس بگیرن و واقعا امروز ما شاهد یک نابسامانی در جهان اسلام هستیم. قضیه غزه و فلسطین واقعا یک درد جانکاه را در مقابل چشمان 1,500,000,000 مسلمان به نمایش گذاشته. واقعا گاهی آدم این صحنه های سخت و دلخراش میبینه میسوزه. کودکی که هنوز خلاصه نافش بریده نشده در اثر این همه بیرحمی کشته میشه. 200 نفر در یک شفاخانه در گور دست جمعی دفن میشه. کشورهای اسلامی دور هم جمع میشن اما قدم مؤثر برداشته نمیشه. این از یک آبشخوری، از یک منبعی خلاصه نشأت گرفته. چرا وضعیت به اینجا رسیده؟ در حالی که منطقه‌ای که این کار صورت میگیره در یک محدوده‌ای که تمام اطراف این نقطه مسلمان هاست. اینهایی که این کار انجام میدن اینها نبودن، اینها را آوردن به اونجا. در واقع
گذاشتم، از اونا حمایت کردم، امروز کار را به اینجا رساندم. پیامبر به شدت حساس بود. جنگی که قرار است من صحبت کنم معروف است به جنگ موته، در سال 7 یا 8 هجری در 6 ماه جمادی الاولا این جنگ به وقوع پیوست. جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام در سن 41 سالگی به این جنگ شرکت کرد با 2 نفر که پیامبر معلوم میشه از این برنامه ریزی که پیشبینی میکرد، فرمود که اگر اولی شهید شد دومی، دومی شهید شد سومی، به شهادت رسید. در این جنگ تعداد مسلمان ها 3000 نفر بودند و تعداد کفار 100000 نفر بودند. یعنی جمعیت کفار 97000 از مسلمان ها بالاتر بود، بیشتر بود. حالا چرا پیغمبر این جنگ در واقع مدیریت کرد؟ چی شده بود؟ تاریخ می نویسه که جنگ اینطوری آغاز شد که حارث ابن امیر عضدی، یکی از افرادی که پیغمبر او را فرستاده بود، یک نامه دستش داده بود، فرموده بود که تو این نامه را به عنوان نفر ما، به عنوان خلاصه نامرسان ما ببر به قیصر روم برسان. او زمان تلگرام نبود، تلفن نبود، خلاصه شرایط فعلی نبود، باید پیامبر مطلبش توسط یک نامه میفرستاد به قیصر روم. نامرسان پیغمبر حرکت کرد از مدینه بره به روم، در یک منطقه ای که همین منطقه موته باشه، حارث ابن امیر عضدی را شرحبل سردار لشکر روم دستگیر کرد. خب کار بدی نکرده بود، قرار بود این نامه ای را از پیغمبر برسانه به قیصر روم و دست او را قطع کرد، دستای نامرسان پیغمبر را قطع کرد، بعد گردنش برید. فاصله هم خیلی زیاده، خبر به پیغمبر رسید که در بین راه در مسیر حرکت نامرسان شما را فرمانده لشکر قیصر روم اینطوری باش برخورد کرد. از رب دستور داد فورا لشکر آماده شد. من اگر برداشتم از اسلام بگم، باید یک مسلمان در هر گوشه دنیا مورد تعرض قرار میگیره، حاکمیت های اسلامی اون روز باید همه حرکت کنن. فرق نمی کنه از کدام کشور اسلامی باشه، حاکمیت اون کشور که وظیفه اولی و لحظه ایشه. تا یک نفر دستاش بریده شد، پیغمبر دستور داد حرکت. خود پیغمبر نرفت، از بزرگان امیرالمومنین نرفت. حضرت فرمود 3000 نفر حرکت کنیم، چرا این خلاصه بی احترامی به سرباز ما بشود؟ پیغمبر برادر امیرالمومنین حضرت جعفر طیار که یعنی که با بالها پرواز میکنه، ایشان فرمود که شما فرمانده اگر شهید شدی زید ابن حارثه را فرمود تو بعد از او خلاصه فرماندهی را به عهده بگیر. فرمود اگر زید تو هم شهید شدی عبدالله ابن رواحه را فرمود نفر سوم تو هستی. خلاصه حرکت آغاز شد، مبارزه دلیرانه ای که بین این 3000 نفر و اون 100000 نفر خلاصه اتفاق افتاد. روم و او منطقه مهم را متحول کرد. پیغمبر یک حرکت را به وجود آورد، درسته چند تا شهید داد، حتی به اندازه شهدای این ماجرا مهم بود که وقتی جعفر دستانش بریده شد، پرچم به دستش بود، در مقابل 100000 نیرو دشمن نتوانست جلو بیاید. از بس با مهارت و با زیبایی حرکت های نظامی را مدیریت کرده بود، اونا منتظر ماندن تا که از دور یک جمعیتی با هم بیاین بتوانن جریان شهادت و در واقع کشتن جعفر را مدیریت بکنن. تاریخ می نویسه پیغمبر بالای منبر بود، همون لحظه حالا
اوناش باشه من وارد اون مبحث نمیشم. متوجه شهادت حضرت جعفر شد، فرمود خدایا دو بار به جعفر عنایت کن که با ملائکه در بهشت پرواز کنن. بس هم اینه که یک نفر مسلمان در مسیر رساندن نامه به شهادت میرسه، بهش به احترامی میشه. پیغمبر یک لشکر را اندازی میکنه. اما متاسفانه ما مسلمان ها سالها نیروهامون کشته شد، سرمایه هامون از ایمان گرفته شد، اراضی اشغال اشغال شد، بیش از 70 ساله منتظر ماندیم. امروز کار به اینجا رسیده. امیدوارم که با استفاده از سفارشات و اخلاقیات و خلاصه بصیرت و آگاهی که در زندگی پیامبر بود، او اخلاق و اسوه بودن پیامبر، ما جامعه اسلامی درد مشترک و این وظیفه همگانی را بهتر و در واقع جدیتر بگیریم. مسئله دوم، قبل از اونه که وارد مسائل اجتماعی بشوم، روز پنجم همین ماه یعنی ماه جمادی الاولا مصادف است با ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. من این ولادت را تبریک عرض میکنم به همه شما عزیزان، به همه مسلمین، به همه ارادتمندان با آستان قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. مخصوصا چون عقیده جدی دارم به دو نفر مولای ما صاحب الزمان خیلی ارادت داره. یکی به قمر بن هاشم باب الهوائج و یکی به زینب کبری سلام الله علیها. این جزء باورهای یقینی و قطعی من هست. چرا؟ چون این دو شخصیت در نهضت عاشورا خیلی از خود گذری کردن، خیلی اخلاص به خرج دادن. این ولادت معذر اون بزرگوار هم تبریک عرض میکنم. سال پنجم یا ششم هجری بود از زینب به دنیا آمد. خب حضرت زهرا و امیرالمومنین که ازدواج کردن، فرزند اولشان امام حسن بود، فرزند دوم امام حسین بود، اینا پسر بودن. حتما شنیده این و اطلاعات داریم که نام اینا رو پیامبر گذاشته. پیامبر فرمود من بدون خلاصه دستور خداوند نامگذاری نمی کنم. معروفه نام اینها را با برنامه الهی گذاشت. بعد نوبت حالا شد، اتفاق افتاد، دختر به دنیا آمد. اتفاقا حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود که اسم دختر را بگذار. آقا امیرالمومنین فرمودن که من از پیغمبر پیشی نمیگیرم. من دو سه جا یعنی امروز نگاه کردم، اون تا خب جزء اطلاعاتم هست، پیغمبرم مسافر بودن نبودن. دو سه روز طول کشید تا پیغمبر از سفر برگشتن. بعد قنداقه حضرت زینب سلام الله علیها را بردن پیش پیغمبر که پیامبر بزرگوار اسلام برای حضرت زینب اسم بگذاره. از سفر آمدن حضرت علی عرض کردن یا رسول الله، خدای متعال دختر به فاطمه عطا فرموده، نام برای او تعیین بفرمایید. آقا امیرالمومنین به پیغمبر با یک عبارت بسیار خلاصه محترمانه فرمودن خدا به فاطمه دختر عنایت کرده. پیغمبر فرمودن فرزندان فاطمه اولاد من هستن. میدونین این یک ویژگی است که اولاد پیغمبر خلاصه از صلب امیرالمومنین و از رحم حضرت زهرا است. این در عقاید ما هست و جزوی مسلمات از نظر قرآن هم اسناد داره که حالا فرصت نیست. منتها فرمودن در این حالی که فرزندان زهرا اولاد من هستن، من از پروردگارم پیشی نمیگیرم. فرمود من از خدا خلاصه پیشی نمیگیرم، منتظر من. جبرئیل نازل شد، سلام خدا را به پیامبر رسان، عرض کرد یا رسول الله، خدا من اسم این کودک را و این دختر را زینب اختیار نموده و در لوح محفوظ نوشته که اسم این دختر زینب باشه. پیغمبر با آمدن جبرئیل اسم این دختر را زینب گذاشت. حالا
در لغت به معنای درخت زیبا و خوشبوس، منتها اگر تجزیه کنیم زین یعنی زیبایی، یعنی آرایش، زینت. اب یعنی زینت پدر. معمولا فرزندا اخلاق پدر را دارن، دخترها بیشتر اخلاق مادرها را دارن، اما همه نوشتن از جمله خود حضرت عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر میفرماید هیچ کس به اندازه زهرا به پیغمبر شباهت نداشت. با اینی که دختره، اما اخلاق زهرا، روش زهرا، راه رفتن زهرا نماینگر کامل پیامبر است. و همینطور حضرت زینب سلام الله علیها یک شباهت عجیب از هر جهت به امیرالمومنین داشت. علی کل حال پیغمبر بعد از آمدن جبرئیل نام این دختر زینب گذاشت. اونی که همین مقدار میتونم صحبت بکنم، بعد فرمود که حاضرین و غائبین امتم را وصیت میکنم، به ما هم وصیت کرده، فرمود وصیت میکنم که حاضرین و غائبین امت این دختر را به حرمت پاس بدارن، احترام بکنن این دختر را. یه جمله جالب فرمود، فرمود وی مانند خدیجه کبراست. یعنی همونطوری که خدیجه در همه صحنه ها از پیغمبر حمایت کرد، کارش به جایی رسید که حمایت های خدیجه در کنار شمشیر علی مطرح شد در معرفی توحید. فرمود زینب جایگاه خدیجه را داره دیگه، وقت ایجاب نمی کنم. همطوری که خدیجه تا لحظه آخر از پیغمبر حمایت کرد، زینب سلام الله علیها تا لحظه آخر از امام حسین حمایت کرد. 5 فرزند داشت، 2 در کربلا به شهادت رسید. زمان آدم این جمله پیغمبر می فهمه که اون روایت بفهمیم، پیغمبر فرمود خدا در تمام خلقت 4 زن را انتخاب کرد، ان الله اختار من النساء 4، مریم بنت عمران، یکیش مریم دختر عمران مادر حضرت عیسی، دومی آسیه بنت مزاحم، سومی خدیجه بنت خویلد، و 4 فاطمه بنت محمد. بعد پیغمبر می فرماید جایگاه این دختر جایگاه خدیجه است. واقعا اگر نبود حضور زینب در کربلا، اون حمایت و اون فداکاری و اون اخلاص، امروز این برکات را که جامعه اسلامی دارن نخواهند داشت. شخصیتی که لحظه خداحافظی امام حسین علیه السلام به اون میفرماید خواهرم در نماز شب حسین فراموش نکن، واقعا شخصیت بزرگی داره. خواستم با این نکات جوانان عزیز، خواهران و برادران را وادار کنم. خیلی هایی که از نظر اعتقادی هم اعتقاد نیستن، بازم در قبال شخصیت زینب کرنش کردن. فرید وجدی از نویسندگان مشهور در دایره المعارفش وقتی لغت زینب می نویسد، بعد می رسد به زینب، می گوید زینب دختر علی ابن ابی طالب، به عنوان یک به اصطلاح پیره و ولایت مدار نمی گه، به عنوان یک محقق می گه، از زنان فاضله روزگار و عقیله جلیله بن هاشم بود که با برادرش حسین ابن علی در واقعه کربلا حضور داشت و چون حسین شهید شد او پیشوای بازماندگان از زنان و کودکان بود. بعد از شهادت این زعامت و رهبری به عهده زینب گذاشته شد و همینطور شخصیت‌های دیگر از جمله آقای محمد علی احمد مصری در اون رساله‌ای که درباره بی بی می نویسد بسیار مطالب عمیقی را مطرح میکنه. امید است که در مجالس و محافل به این مناسبت بخشی از زندگی این
بزرگ بانو انشالله گفته شود و مطرح شود. آخرین موضوعی را که مطرح میکنم در نماز جمعه، خب مسئله مهاجرین است. البته دو سه هفته است که ما این مسئله را مطرح میکنیم، برای که خب یک جریان در واقع حادیه. متاسفانه در برنامه ریزی بیرون شدن مهاجرین کشور ما از کشورهای همسایه، مخصوصا کشور همسایه پاکستان، مدیریت خوبی صورت نگرفت. انتظار این نبود و شایسته هر دو کشور نبود که این گونه برخورد شود. علی کل حال ما و مسئولین در قبال مهاجرین مسئولیت داریم، اما اینی که کسی به عنوان مهاجر در جامعه حضور پیدا بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه، خب تلاش بکنه، صنعت بکنه، تولید بکنه، بعد وقت آمدن برنامه ریزی میشه که این آدم بیش از 50,000 روپیه، یعنی بیش از 200 دلار حق نداره همراه خودش بیرون بیاره. این واقعا جفای بزرگی است. این قضیه ظلم است. از اینه که هیئتی از امارت اسلامی برای پیگیری خلاصه حقوق مردم به پاکستان رفته، کار خوب و شایسته است. ما امیدواریم که با پیگیری، با تلاش این مسائل مدیریت بشه. و اینه که امروز یکی از مشکلات اقتصادی ما همین است، در مرزهای کشور همسایه اموال مشترک ملت ما، در مرزهای مشترک اموال بزرگ و زیاد تاجران ما مسدود شده. نزدیک 1.5 میلیون دلار از تاجران افغانستان در تنها شهر کراچی معلق شده. این ظلم بزرگی است. اگر قرار باشه سرمایه های مردم این گونه خلاصه مسدود بشه و از گردش و از حرکت کاری جلوش گرفته بشه، یقینا فقر، مشکلات دامن جامعه را میگیره. ما امیدوار هستیم که هم روابط حسنه شود و هم خلاصه استقلال و منافع افغانستان در این رایزنی ها و در این ارتباطات مد نظر گرفته شود. و امروز ما حس میکنیم این مدیریت به اون شایستگی که باید صورت بگیره هنوز اجرایی نیست. امیدوار هستیم که با دقت و با هوشیاری منافع کشور ما و مردم ما، آحاد ملت افغانستان، به عنوان اساسی ترین حرکت و محور سیاست مد نظر گرفته شود. مسئله آخر و نکته آخرانی را که عرض می کنم، یک واقعیت است که در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت در مورد افغانستان خب مطرح شد. می دانیم دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به شورای امنیت داد، مسئله افغانستان در بخشای مختلفش مطرح کرد. و خوبی ماجرا این است که خلاصه هنوز هم سازمان ملل و دنیا متوجه مشکلات افغانستان است. مسئله صحت، مسئله معیشت یعنی غذا و زندگی مردم، مسئله امنیت غذایی، اینا موضوعات بوده که در این صحبت مطرح شده. آقای دبیر کل سازمان ملل یکی از موضوعات را که مطرح کرد، کمک های بین المللی به افغانستان باید افزایش پیدا بکنه، گفتگوی اقتصادی و اصلاحات باید برای رفع موانع بازسازی افغانستان ایجاد شود. خب ما به عنوان یک جامعه نیاز به بازسازی داریم. سرک ها، خلاصه مسائل بهداشتی، مسائل آب، مسائل صحت، مکاتب، خلاصه مراکز مختلفی که ما نیاز داریم، راه های تجارت و راه های داد و ستد
با سایر کشورها فعال بشه، مردم تشویق بشه، تجار سرمایه گذاران تشویق بشن برای کار کردن در افغانستان. منتها مسئله مهم اینه که یک موانعی در اینجا وجود داره، این موانع باید برطرف بشود. در دو نکته این موانع خلاصه قابل معرفی است. یکی نبود معیارات مطرح حقوقی. این موضوع بسیار مهم است. هر جریانی، هر کشوری، هر خلاصه واحد سیاسی در عرصه روابط بین الملل اگر معیار را تعیین نرسانه و تکمیل نکنه، یعنی اون نصاب را نداشته باشه، از نظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمیشه و پذیرفته نمیشه و مورد حمایت همه جانبه خلاصه کشورها و روابطی که باید داشته باشه قرار نمیگیره. انشالله که با برنامه ریزی و با دقت و با واقع نظر واقعیت را دیدن این نصاب باید تکمیل بشه. موضوع دومی که باید همه توجه بکنن مسئله پایبندی همه حکومت ها به تعهدات. تا این تعهدات خلاصه عملی نشود یقینا جامعه جهانی خلاصه اون امتیازات را که باید به جامعه افغانستان بدن نمیدن. اینا هم راه حل داره. جامعه جهانی، سازمان های مختلف، کشورهای مختلف همگی این حقیقت پذیرفتن که افغانستان یک کشور است دارای اقوام مختلف، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف. باید خلاصه به همه اینا توجه بشه. این یکی از راهای بیرون رفته. نادیده گرفتن خیلی از حقوق این مشکل سازه. اینا را باید برای ثبات وضعیت در افغانستان مورد توجه قرار بدن و همینطور تصمیم های سیاسی کلان و بزرگی که گرفته می شود با نگاه این که همه ساکنین این سرزمین مالک و دارای حقوق هستند به اینها باید نگاه شود. تا این مسائل در افغانستان حل نشود نگاه جهان، نگاه سازمان ملل، اون نگاهی که باید باشه و اون روانی را که باید داشته و همراهی را که باید داشته باشه نیست. ما مصلحت و منفعت و رشد افغانستان را در یک حرکت خردمندانه و دلسوزانه و یک دیپلماسی فعال و همه جانبه میبینیم و راه بیرون رفت از این وضعیت همین است. امید است که همه بزرگان، همه دلسوزان که یقینا بدون دلسوزی و بدون اون احساس مسئولیت این مسیر به سرمنزل مقصود نمیرسد، این حقیقت را هم توجه کنند و هم برای رسیدن به این جایگاه تلاش بکنند. خدایا جامعه ما را بیش از پیش یاری بفرما، فرج آخرین ذخیره‌ات برسان، ما را برای خدمت بیشتر به مردم مظلوم و محروم افغانستان توفیق فکر کردن، برنامه ریزی کردن عنایت بفرما. خدایا همه من متأثریم، لحظات استجابت دعاست. خدایا مظلومین فلسطین و غزه را از این گرفتاری ها با نابودی و سرنگونی و خدایا متلاشی شدن غاصبان و ظالمین از همه خطرات، از همه مشکلات خلاصی مرحمت بفرما. جامعه انسانی و جامعه اسلامی را در قبال این مظلومیت و قبال این محرومیت خدایا بیدار و هوشیار بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.